سروستان در حال حاضر تکیش رو بر موسیقی دوره قاجار گذاشته. هنرهای دوره قاجار آرم خودشونو دارن. یعنی شما معماری رو تو ایران اگه ببینید تشخیص میشه داد که این مال قاجار یا قبل از قاجار یا بعد از قاجاره. و نقاشی به همین شکله، موسیقی به همین شکله. اون موسیقی برای ما جذابیت بیشتری داره و دوستان زیادی هم داریم که به این موسیقی توجه میکنن. حالا ما یک بخشش رو حتی به عمد جمله بندی این اون جمله بندی آوازی رو تو اجرامون میاریم که نشون بدیم به جامعه و به همکارانمون که مطالب نوعی زیادی هست و نیاز نیست که ما تصمیم بگیریم که موسیقی تولید کنیم و حتما تصمیم بگیریم که نوآوری کنیم. شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد زدیم بر سفر اندان زدیم بر سفر اندان و هر چه باد آباد قدح به شرط ادب گیر قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قبا Thank you.
ما الان توجهمون به موسیقی دوره قاجاره و اصلا به مسائل سیاسی و اینکه تصانیف سیاسی باشن توجه نکردیم. ما چون دوره موسیقی دوره قاجار تمرکز داریم، هم آواز، هم تصنیف، هم پیش درآمدها، هر چی انتخاب میکنیم از اون مقطع تاریخیه و چون در اون مقطع این اتفاق افتاده، ناگزیر از اون تصنیف ها هم توی اجرای ما بود و تصنیف ایران هم یکی از اونا بود. صدای خانم قمر واقعا از بچگی رو من تأثیر بسیار زیاد داشته. حتی هنوز من تازه شروع کرده بودم به کلاس رفتن و آواز، فراگیری آواز، فقط یک بار از استادم شنیدم که صدای خانم قمر و رفتم نوار ایشون رو پیدا کردم و وقتی که گذاشتم به قدر رو من تأثیر گذاشته بود که من به صورت یعنی مداوم سعی می‌کردم این صدا رو تقلید کنم و در خلوت خودم حتی به صورت ناآگاهانه تحریرهای ایشون رو همیشه تقلید می‌کردم. کجا رفتن؟
چون رفت تخت جم برباد ما باید همیشه قسمت اصلی نگاهمون به گذشته باشه، چون گذشته ها کارهایی کردن که تو دوره خودشون و دوره که کار میکردن همون موقع داوری بوده، ما اونا رو یاد میگیریم و از تجربیات اونا استفاده میکنیم و تو دوره جدیدمون با زبان روزمون با اون صحبت میکنیم، ولی نگاهمون حتما به گذشته است. من خودم همیشه به توصیه استادانم، استادایی که داشتم، همیشه نگاه قدمایی داشتم که قدما رو گوش بدم و هنوزم دارم گوش میدم و یاد میگیرم و بنا به شرایط روز تلفیق میکنم یه جورایی که هم گذشته داشته باشم هم حال.
چارم گر
علاقه بسیار زیادی به موسیقی آذربایجان دارم و واقعا خیلی آواز بسیاری از این اساتیدشو که اونها هم باز با اون اصالت قدیم سازگاره خیلی دنبال میکنم و واقعا لذت میبرم و دوست داشتم. من همواره حتی یکی از دلایلی که من علاقه من به این ساز شدم نوازندگی استاد فرنام بوده، ولی خب من بیشتر واقعا به عنوان یک ساز همراه اینو دوست داشتم که دنبال کنم که رو خودم هم تأثیر میذاره موقع اجرا کردن. Söyle, söyle.